سلام سلام شریک عزیز. همگی چی شده؟ قیافت به هم ریخته است؟ سر ساختمون بودم. تمام خریدارا ناراحت بودن، میگفتن هر واحدو به چند نفر فروختی. تو توی خراب شده چیکار میکنی که من خبر ندارم؟ من هیچ. تا امروز هر کاری هم کردم با نظر خودت بوده، یه قدمم خلاف فر نداشتم. مشتریام هر کی شک داره فردا بیاد اینجا، یا پولشو یا سندشو بگیره و بره، دیگه حرفیه. این هوچیگری ها مال املاکی هاست، مال افتخاری و باطبی. اینجوری میخوام بزنن سر واحدهای ما تا بتونن آپارتمانی ها رو که بیشتر بهشون پورسانت میدن آب کنن. بیا بشین برات یه آب میوه بیارم بخوری، حسابی حالت جا بیاد. برو بشین. حالا چرا اینقدر گریه میکنی؟ گریه واسه مسافر شگون نداره ها. مامی یه داداشه که بیشتر ندارم. تانه هیچ وقت از هم دور نبودیم. حالا این همه فاصله رو چجوری میتونم تحمل کنم؟ کدوم فاصله؟ ترکیه بیخی گوشمونه. خوشبختانه ویزا هم نمیخواد. هر وقت دلت خواست از بیمارستان یه مرخصی میگیرم با هم میریم پیشش. در ثانی داداشت که نمیخواد تا آخر عمرش اونجا بمونه. یه چند وقتی گذشت آب از آسیاب افتاد خودش برمیگرده. من دیدم داره دیر میشه، هواپیما میپره ها. چرا نمیاد؟ این چیه؟ خب بلیت دیگه. تو امروز داری از ایران میری؟ اون وقت میگی فردا مشتری ها بیان سندشون رو بگیرن؟ صالح جان آروم باش، برات توضیح میدم. ببین صالح جان، من از موقعی که چشم باز کردم نه پدرم رو دیدم نه مادرم. توی پرورشگاه با خواهرم بزرگ شدم. خیلی از شبارم گشنه خوابیدم. تا الان هم اگه به جایی رسیدم با سعی و تلاش خودم بوده. مشتری ها راست میگن، ما کلاهبرداری کردیم. یعنی من کلاهبرداری کردم. تو این کلاهبرداری هم 10 میلیارد گیرم اومده که میتونم تا آخر عمر راحت ترین زندگی رو داشته باشم. حالا یه پیشنهاد دارم. شریکیم دیگه، 5 تاش مال تو 5 تاش مال من. در شرکت رو میبندیم و میذاریم میریم. 5 میلیارد که سره، 50 میلیارد هم باشه قبول نمیکنم. زمانی که تو این مملکت سیت و دیبروم بالاترین مدرک بود، من آرشیتکت بودم، روزی 18 ساعت کار میکردم. من نمیذارم آدمی مثل تو با آبروی من بازی کنه، فهمیدی؟ کار داری میکنی صبر کن ببینم. بلیط واسه من پاره میکنی؟ نشونت میدم. فکر کردی که چی؟ Thank you.
باش. مریض دکتر فرجیه. آره. اسید پاشیدن رو صورتش. تماس گرفتیم دکتر توره. دیگر دم فرو بندیم و اینکه یوفیلیای زیبا، ای پری روی، در نیایش های خود گناهان من همه را بیادار. سرور من هملت، پس از آن همه روزها که گذشت حال مبارکتان چطور است؟ خاکساری سپاسگزارم. خوب خوب. یادگارهایی از شما نزد من است که از چندی پیش میخواستم آنها را به شما بازگردانم. خواهش میکنم اینک آنها را پس بگیرید. نه نه، من هرگز چیزی به شما ندادم. والا حضرت، خودتان به خوبی میدانید که داده اید و همراه آن سخنانی بس شیرین که آن هدایا را گرانبهاتر مینمود. آه ای اوفیلیای زیبا، ای اوفیلیای زیبا، آیا بالاخره در مورد من با پدر و مادرتان گفتگو کردید؟ پرسیدم آیا گفتگو کردید؟ هنوز نه. چرا؟ آیا تردیدهای حملت به شما هم اثر کرده؟ به روح پدر و مادرم سوگند، اگر تا روز اجرای نمایش قول ندهید صحبت کنید، در مقابل بینندگان بار دیگر از تو درخواست خواهم کرد و این بار سخت خواهم گریست. مسعود چی داری میگی؟ دارم ازش خواستگاری میکنم. چی؟ خواستگاری میکنم. خیلی خوب، زودتر بس تمامش کنید کار دیم. من که از خدامه، ایشون جواب نمیده. باشه دیوونه، باشون صحبت میکنم. آه اوفیلیای زیبا، خیلی مخلص. خب پس من منتظر خبرتم. گفتم که بعید میدونم قبول کنم. بهشون قول دادم. باش روشنک. باش حرف میزنم. روشنک، این پسره باز پیدا شد. کیه؟ پسر همسایه‌مون. از وقتی بابا و مامانش فوت کردن از دم خونه تا اینجا همیشه تقریبم میکنه. یعنی چی؟ شما یه دقیقه باز چی معلوم میه؟ کجا؟ چی میخواد بهش بگه؟ ولی خودمونیم، تیپش بد نیست، چون زنش نمیشه. شوخیت گرفته. قیافش رو نگاه کن، نه کاربار درست و حسابی داره، نه سواد داره، اصلا قاطی داره، میره رو پشت بوم خونه شون میشینه با کف دراش حرف میزنه. واقعا؟ به خدا میخوره بهش. من ازش میترسم. نه عداز کاراش بابا، داره میره. چی شد؟ چی بهش گفتین؟ گفتم الان دعواتون میشه با هم. هملت اهل دعوا نیست که خانم، اهل منطقه. بعید میدونم دیگه تغییرات کنه. خیلی ممنون. در بس. دستتون درد نکنه. خواهش میکنم. خواهش. آقا خوش آمد سفر. آقا مسعود. خوب هستی؟ چطوری؟ خسته نباشی. سلام سجاد. خوبی؟ خوبی قربان.
پدر بالا سر آدم نباشه همین میشه دیگه. این همه خواستگاره تاق و جفت اومده واسه یکی از یکی هم پولدارتر. خانم دست رد به سینه همشون میزنه. نمیدونم تو این پسره یه لاغبا چی دیدی که ولکنش نیستی. این پسره یه لاغبا اسم داره ماما، اسمش هم مسعوده، دانشجوی موسیقیه، بازیگره، آینده داره. تو همچین دهن تو پر میکنی میگی دانشجوی موسیقی، انگار که چی چیه حالا؟ تهش مطربه دیگه. چطور همسر جنابالی یعنی پدر بنده که عاشق موسیقی و دلی دلی براتون ویولون میزنه مطرب نیست؟ اون بقیه دانشجوی سال آخر موسیقی که آهنگساز هم هست مطربه. حالا مطرب نه آقا بشه بتوبه. ببینم درسش تموم شد، کجا میخواد کار پیدا کنه؟ کار هنر استخدام نمیخواد، استعداد میخواد. که حتما آقا مسعودت هم داره دیگه. بله، همین روزا سیدی اولش داره میاد بیرون. در ثانی مگه وقتی بابا اومد خواستگاری شما که دانشجوی لاغبا نبود؟ وا بابا، تو داری با جوانه امروز مقایسه میکنی؟ بله میدونم همسر شما یک شاهزاده است. پس چی؟ اتفاقا امروز بهش قول دادم فردا برم دیدن این شاهزادتون، باش حرف بزنم، جوابش هر چی بود فردا باش یه سره میکنم. شما که میدونین من رو حرف پدر مادرم اصلا حرف نمیزنم. خدا از دهنت بشنوه. چقدر خوشمزه شده. غذا تو بخور سرد نشه. دارم تو باغم باشی، آه باغم باشی، من یه خونه تنگ و تاریکم، کاشکی تو بیای چراغم باشی، آه چراغم باشی، تو رو دوست دارم، تو رو دوست دارم، تو رو دوست دارم، تو رو دوست دارم. آرش اسدی، فریدرز بهروزی، خسرو صالحی به سالن ملاقات. بازم تو وقتی به شما میگم اما بهتر اونها میگی نه. ببین ما که این همه سابقه داریم، من خودم وکیل بند هفته یه دفعه ملاقاتی داریم، این تو میری هفته 8 بار ملاقاتی داره. بفرما. یا علی علاقه شد چرا نداشته باشه ها؟ خداییش اگه ما هم وضعمون خوب بودا شاید بیشتر از این میرفتیم ملاقاتی. دارندگی و برازندگی دیگه ها. چیه ترخت چو دروغ میگم؟ بعد نگاه میکنه رحیم آقا ولش کن. اگه ولش کنم که هرچی گلوگی های توی منطقه میخوره مرد اصابی. ولش کن آقا رحیم، کلاتون میره تو هم ها. همه گفتم بو اصلا تو میری پاپیچش میشه بی کلامون بره تو هم. یه چیزی میگی یا آقا جون؟ اصلا حال خودمون عشقه. تو رو دوست دارم، تو رو دوست دارم. سلام بابا. سلام دخترم. مادرت کو؟ میخواستم تنهایی با اتون صحبت کنم. طوری شده؟ یه خواستگار برام اومده. این که چیز تازه ای نیست. این یکی فرق میکنه. پس بالاخره یکی پیدا شد که با بقیه فرق کنه. چی کار است؟ هم دانشگاهیمه، موسیقی میخونه، ترم آخره. پس درس خونده است. خوب میشناسیش؟ بله، مسعود خیلی فهمیده است. اسمش هم مسعوده ها؟ مادرت میدونه؟ بله. نظر اون چیه؟ به نظر اون که تنها شاهزاده موسیقی دان دنیا شمایی. شاهزاده با ساز شکسته. این آقا مسعود تو میدونه من زندانی هم؟ نه، گفتم تا جواب شما رو نفهمیدم از زندگیمون هیچی بهش نگم. خوب کار کردی. اگر پسر خوب و خانواده داریه بیارش اینجا باش حرف بزنم، ببینم لیاقت دختر کوچولوی منو داره یا نداره. باشه، فقط یه مسئله هست بابا. چی؟ پدر مادر مسعود تو زلزله رودبار مردن. اون تو پرورشگاه بزرگ شده. آخه چرا قبول نکرد؟ گفتم که بابام زندانیه، شریکشم که از بدبختی ما پرورشگاهی بوده این بلا رو سرش آورده. چه ربطی به من داره؟ مگه همه پرورشگاهی ها بدن؟ میدونی سالی چند تا دکتر مهندس از همین پرورشگاه میان بیرون؟ ببین مسعود، من همه اینا رو میفهمم، ولی بابام روی مسئله حساسه.
منم نمیتونم با حرف خانوادم حرف بزنم. اگه خانوادم رضایت ندن ماجرا نظر من منتفیه. چرا رضایت ندن؟ رضایت میگیرم. یعنی من رضایت میگیرم؟ نمیشه. به این سادگی ها نیست. تو پدر منو نمیشناسی. پس فقط یه راه میمونه. چه راهی؟ تو عکس پدرتو داری؟ من شکایت دارم آقا. یه دوست بیام اجیز کیف هم بزن. همه دارو ندارم توی اون کیف بود. صورتشو دیدی؟ الان ببینی میشناسی چه نگاری کنی؟ بعد موقع سرقت موبایل دوستم روشن بود. ازش فیلم گرفت. همینه؟ بله. وکیل بند، وکیل بند. جونم آقا ساز وارده، ببره. خیلی خوش اومدی. بیا وقت زیاد داری با همه آشنا میشه سر کلاس. اینجا داداش آقایون. جونم این رفیقمون تازه وارده، تو تخت حشمت کپل بخوابه. چشم هستم. نباشون رو بیارم. سلام. سلام علیک، خوش اومدی. بفرما داداش. بیدم پایی اولی ما رو اومدی زندون نه؟ بله. از قیافت معلومه 0 کیلومتری. پس بذار همین اول کاری قوانین این اتاق واسط بشمارم. قانون اول نظافت، هر روز یکی مون شرط داره. به روزم نوبت خودت میشه. البته اسمش شرط داره، اصلش همون سپور خودمونه. برگشتم خدم در بشنوی یا تو این درختت. این؟ آره. قانون دوم ساعت 11 خاموشی، همه خواب لالا، کسی خورو پف کنه از اتاق اخراجه بیرون. قانون سوم جوراب بو گرفته و لباس کثیف ببینم جریمه داره، هر تیکه لباس کثیف یه سیبیل آتشی. برگشتم به مناسبت باز خودت چایی برس. نه ممنون. جرمه چیه؟ کیف خاپی. آقا رحیم هم که اینجاست. میشناسیش؟ آره، با پسر خدا بیامرزش هم کلاس بودم. ای خدا بیامرزش. آقا مایون. جونم اینجا یه زندانی 55 ساله دارین به اسم آقای صالحی. اه این یارو گنده دماغه رو میکی با دامن اصلا نمیشه خوردش. ناکس با خودش هم غره، فهم کنه ما همه لاتی. خودش هم حرف نمیزنه، سلی رو به رویه. باشتی بیرم باشتی بازم نه باشم. آقا جون یه ماش پول داره هیچی ندار، اومدن توی این مملکت خیر خیره مردم رو دارم میجوان. هر چی شده دست این گیشم. آره آقا جون من از چرای من آره بیرم. بچونه تو هر چی شده دست این پول داره میگیشم. آقا بفرمایید. بفرمایید تموم شد. بفرمایید داداش. بفرمایید تو سلولاتون. باشه این بفرمایید چه ارتون. بفرمایید تو سلولات عزیزم. بفرمایید. اگه بادت زیاد شده ها بدم بادت تو کم کنم. برو تو اینم، برو تو سلوله. میگم آقا باجلان تو کشتی فینال حریف جلون وایساده بود، یه خمش کردم تبدیل به دو خم، سه خم و چهار خم و پنج خم، تو میری زیادی خم شد چی کرد؟ میبینی وکیل من کیه؟ همونه که رئیس زندانش اعتماد داره، اگه گزارش رد بکنه پدر هممون در اومده است. حواست خوب جمع کن داداش. یه دقیقه اینجا باش الان برمیگردم. سلام. سلام. من طالسانی هستم، دانشجوام، تازه اومدم اینجا. اینجا درست نیست به چی بگن خوش آمدی.
میگفتن شما دزدی کردی. اما قیافت اصلا به دوزا نمیخوره. اتفاقا اصلش هم همینه. منو اشتباهی گرفتن. جرم شما چیه؟ از نظر دادگاه و وجدان خودم قتل. ولی همه چی اتفاق بود. حکمتون اومده؟ یعنی قرار فرد پس فرد بیاد. بعد واسه رضایت نرفتیم؟ اگر بخواین من چند تا از دوستام هستن هنرمندن. میتونم بفرستم برن سراغ اولیای دم. اولیای دم؟ اگر امیدی اولیای دم داشت و زیر دست پدر مادر بزرگ شده بود کار ما به اینجا نمیکشید. یعنی هیچ کس کاری نداره این آقا بشه بسه رضایت رفت پیشش؟ چرا، یه خواهر داره، شوهر خواهرش هم دکتر اردشیری. چند بار وکیل من رفته سراغش، دادگاه تمام دارایی منو مصادره کرد. فقط رضایت دادن خونم از مصادره در بیاد. همین شالله که درست میشه. چه هواییه، میخواین با هم یه قدمی بزنیم؟ من خیلی ممنونم، حوصله ندارم. پس من با عزتون یه قدمی میزنم. خواهش. ناراحتی؟ معلومه. اگه شما میرفتین با بابا صحبت میکردین کار به اینجا نمیکشید. فکر میکنی بابا به حرفای من راضی میشد؟ درسانی کار به کجاها کشیده؟ همین فردا افسانه بره رضایت بده آزادش میکنه. به همین سادگی هم نیست. قانون محکومیت خودشو داره. از این افسانه نپرسیدی چطور راضی شد این کار انجام بده؟ اونم یه دیوونه یه مثل مسعود. گفتی سیدی آقا مسعود کی میاد تو بازار؟ فردا، پس فردا. من میگم اگه میخواین دو نفر با هم یه رفیق بشن زود یه نسخهشو برسون دست بابات. میدونی که بابات موسیقی خیلی دوست داره. پس یعنی شما راضی هستین؟ حالا اگه بابا راضی شد. وای مامان عاشقتم. ممنون. راستی این شهردار منم که مثل این که شما امروز مثل من شهرداری. زندان دیگه، قانون خودش شده. من تو خونه خودم حتی به استخانم نمیشستم. آقای رابانه اجازه بدیم من کمکتون کنم. نه عادت کردم. مسعود طالشانی سالان ملاقات. مثل این که من ملاقاتی دارم. یا علی بایزت. تو چطوری؟ بد نیستم. چه خبر؟ میگذره. راستی یادت باش از افسانه خانم حسابی تشکر کن. بگو اومدم بیرون جبران میکنم. اتفاقا اومده بیرونه، راهش ندادم بیاد. پس تو چجوری اومدی تو؟ دختر خاله افسانه وکیله، اون برام جور کرد. مسعود دیوونه، میفهمی چی کار کردی؟ هر کی شنیده دهنش وا مونده. اگه از دانشگاه اخراجت کنن؟ فداش سرت. من به خاطر تو حاضرم جونم هم بدم. خدا نکنه. یه مژده برات دارم. چی؟ مامانم برای ازدواجمون رضایت داد. میگه این تنها مرد دیوونه‌ای که میتونه دای دیوونه رو خوشبخت کنه.
پس نصف راه رفتیم. سیدی تک نوازیتم اومده بیرون. جدی میگی؟ با یه کمی میوه که دوب تحویل مامورا دادم. وای مسعود، اگه این سیدی و کادو بدی به بابام فکر کنم با هم جور جور شیم. حتما. باز بده. بیا یه سیدی موسیقیه، هدیه است، قابل شما نده. هدیه؟ به چه مناسبت؟ مناسبت که همینجوری درسته من سنم کمه ولی اگه قابل باشم دوستیم دیگه. هرچند هم میدونستم شما از موسیقی خوشتون میاد. اینه که من موسیقی خوشم میاد ولی یادم نمیاد تو خوش نگفتی بیا. من پس نمیدونم چرا حس کردم شاید از موسیقی خوشتون بیاد. در ضمن موسیقی این سی دی تماما کار خودم. جدی میگی؟ این تماما کار مون خودت؟ بله. آهای آقا مسته او تو به ما رخ کن بیا. چیه؟ ها؟ میگم پول داره پر روانو تنشون میخوره؟ رفیقای من میگن نه. اگه یه موقعی خدایی خدا نکرده زنده موندی و اعدامت نکردن ها خودم تنتو میخارونم. خیلی پر روی رایی. پر رو خودتی. اگه خیلی ناخونات بلنده بیا تن منم خروم. نه خوشم اومد. من خوشم اومد. بالاخره اگه پیدا شد که واسه جلوی ما رو بستدم. ببین من بیچارت میکنم تکون نخوری نه. ببین مادر نزدی کسی دست شما بلند بشه این زندون سالم بره بیرون. هم دیگه بیرون میبینیم. حرف نوشه چه؟ همه جان تو برشه برزلو. این دفتره رو میگفتم همه شعره؟ آره این ور شعرهای من اون ور شعرهای مسعود. کلابا شعره آقا مسعودم همش مال توه. حالا همش نه، یک شعر رو میخونیم. آره نازنینم، آنچرا که محتاج به آنیم در سینه های ماست، نه در جیب هامان. به هنگام ریزش باران تلخی‌ها قبای کهنمان را تقسیم می کنیم و به یکدیگر وفادار می مانیم. بودن حدیث مکرر تلخی هاست و ایستادگی ایثار می طلبد. چی داری اون حواس خود بلغور میکنی؟ شعر میخونم. و یک کتاب داری؟ نه از حفظم. میگم که با اون هیکل ریغونتا همچین خوب چی گردشی جلو من وایستادی ها. البته شانس آوردی، دلم به حالت سوخ، روز خوبم بود، همچین گذشت کردم نزدم لطو پارت کنم. ولی من بار اولم بود، تا حالا دعوا نکرده بودم. اما من با دعوا بزرگ شدم. اقل کم جای 300 تا نیش چاقو رو دست بر بدنمه. آخه وقتی بشه حرف زد دیگه نیازی به دعوا نیست. جای که من بزرگ شدم و اگه حرفم میزدی میزدمت. اما من از ضعیف کشی اصلا خوشم نمیاد. همیشه دوست داشتم که حریفم همچین قدر باشه، یعنی گرز خورنده پهلوان باشه. خب حالا بالاخره ما حریف قدر بودیم یا حریف ریغونه؟ اینجا که کسی نیست، اما خداییش دوستا مشت خوشگل واسم پرت کردی. بینم
رزمی کاری؟ نه، بعضی روزا بعد کلاسم میرم کارگری. بس محصلی؟ دانشجو هم. ای والا، درس خونده هم که هستی، مرد سوی، بعد اینجا چیکار میکنی؟ چرا بالاخره مرد که عوضی شدی بس؟ فش نده. حالا بگم به هیچکی نمیگی؟ چی رو؟ نه آقا جون، بایی بچه هم؟ قسم بخور. زکی قسم میخورم آقا جون، به روح یه دونه پسرم. عاشق دخترشم، اومدم اینجا واسه عروسی ازش رضایت بگیرم. متاسفانه آقا، دادگاه بدوی شما رو محکوم کرده، اما من تقاضای تجدید نظر دادم. امیدوارم بتونم براتون کاری بکنم، بتونم مجازاتتون تخفیف بگیرم. خواهر امیدی چی؟ اون شوهر خواهرش دکتره، نتونستی راضیشون کنی؟ نه آقا، دیروزم رفتم سراغشون، به هیچ صراطی مستقیم نیستم. حتی بهشون پیشنهاد دادم دو برابر دیه رو بگیرم، قبول نکردم. نکنه پول دست خواهرش رو بروز نمیده؟ نمیدونم، شاید. پس دیگه آب از سرم گذاشته. بودم که زلزله اومد، 48 ساعت زیر آوار مونده بودم تا درم آوردن. تو بیمارستان که چشم باز کردم، هر چی نگاه کردم یه نگاه آشنا ندیدم. فامیلا، خانواده، همه مرده بودن، همه مرده. بعدش هم که دیگه پرورشگاه بود و نگاه ترحم آمیز آدمایی که تا میدیدنمون میگفتن آخه افلیا پدر مادر ندارن. افلیا پدر مادر ندارن. گذشت تا اینکه تو دانشگاه روشنک بودم. یواش یواش شد همه کس، شد تمام اون چیزی که همیشه آرزوشو داشتم. خیلی دختر خوبیه، دانشجو هنره، باسواده، مهربونه، شاعره، به آدم رو کمک میکنه، ساده است. برای رسیدن به روشنک زندان که سهله، جهنم هم باشه میرم، چون تنهایی خیلی سخت، خیلی سخت. به سر جون منم کشیدم، منم کشیدم. 3 سال پیش یه نامرد پولدار عوضی یه دونه پسرم رو پرپر کرد، با ماشین آنتیکش یشم میزنه به پسرم و در میره. اونایی که این صحنه رو دیدن میگن اگر این نامرد این بچه رو میرسوند به بیمارستان نمیمرد. آره میدونم، من با پسره تو دانشگاه هم کلاسی بودم. تو میشناختی؟ هیچ راختی شما نگفتی؟ نمیدونم، شاید فرصتش نشد. بعدش هم نمیخواستم داغتون رو تازه کنم. داغم رو تازه کنی؟ فقط 40 روز بود بچه هم مرده بود، مادرش هم دق کرد مرد، منو گذاشت تنهای تنها.
منم یاغی شدم، شدم صادق کرده، افتادم بهشون هرچی پول داره نامرده، هر جا میبیزمشون ها خیر خرشون رو بیجایدم. واسه همین اینجا تا عمرم دارم همین کارو میکنم، اینو قسم خوردم. پس به خاطر همینه با آقا صالحی هم لجیاره. باشی وسطتون جمع کنی. الله سلامتی بزرگمون داشت نیم سرمات خط کن. الله محمد الله محمد باله محمد. چه خبرتونه؟ سلامتی رفیقم سلامت برسی. الله محمد باله محمد. آقایون سلامتی رفیقی که کم نذاشت اما کم برداشت، واسه که شما کم نهرید سلامت برسی. الله محمد الله محمد باله. بفرمایید. آقا صالحی سلام عرض کردم. سلام علیکم. خیلی نوکرتم. عذر میخوام خداییش. بچه ها میدونن ما بیادبی نیستیم. بیادبی کردم ما رو گذشت کن. ای والا. آه دست رو میبوسم. آقا من نوکرش آقا. همه شما جمع خدایی نرکت دست نداره. خیلی نوکرش میبوسم. ای والا دست رو بزن. بزرگ ما یه خلاص. بیا بیا پاسا. آقا رحیم من در خدمتم. خدمت از ما. آقای صالحی جون جسارت نباشید موقع. شما یه دختر خانومی داری به اسم روشنک که دانشجو دانشگاه میره درسته؟ خب. غیرتی نشو قربونت برم. قربون اون غیرته. کار کار خیره. میخواستم دخترت واسه پسرم خواستگاری کنم. پسرت فوت نکرده؟ چرا؟ اون که خدا بیامرزتش. واسه اون یکی یعنی پسر خوندمه. شما هم میشناسیش؟ من میشناسم. آره. کیه؟ مسعود. مسعود خودمون؟ آره آقا. چطور شده شما اینقدر با هم صمیمی شدین؟ نکنه جادوت کرده؟ آره خدایی جادوم کرده. شما مگه این جوونو بیشتر بشناسی یا خاطر خاش میشه. هم با معرفته، هم با ادبه، هم با وجوده، هم با سواد. از دار دنیا یک کامیون دارم و یک خونه کلنگی. اراده کنی اراده کنه ما به نامش میزنم. نیازی به این چیزا نیست، فقط اجازه بده یکم فکر کن. باش آقا جون دخترت فکر کن، نوکرت هم اصلا. بله سلام بابا. سلام دخترم، خوبی؟ چیزی شده؟ چرا گفتین مامانو با خودم نیارم؟ چون این دفعه من میخوام با تو تنها صحبت کنم. اتفاقی افتاده؟ از بچگی یادم نمیاد به من دروغ گفته باشی. الان هم میخوام با اون رو راست باشی. چی شده بابا؟ یه حدسی دارم میزنم که اگه درست باشه خیلی عجیبه. گفتی اسم خواستگارت مسعوده، دانشجوی موسیقیه، پدر مادرش هم تو زلزله رودبار مردن. بله. عجیب اینجاست، چند وقتی یه جوونی با همین مشخصات اومده زندان. حالا میخوام بپرسم ارتباطی بین این زندانی و اون مسعود هست یا نیست؟ جوفش بوچه باشت اون گل اینجا چپت و باستون بوچه گل دست نه بابا اینو واکن پوچه. واکن دیگه آقا جون. بیا. اینم پوچه تو میگی. واکن. گل دست استاد. باشه تو من. اسرائیل اینجاست. خالی بازی کن، خالی بازی کن. آ. اون ماسو. ماسو.
که توشه تو با دختر من ازدواج میکنی. مدق مرگمون کردی. دست نداره خیلی مردم خدایش خیلی مردم. دست شما درد نکنه. بفرمی شربت. انشاءالله عروسی خودتون. برای بار سوم عرض می کنم سرکار خانم روشنک صالحی، با اجازه پدر بزرگوارتان آقای خسرو صالحی به بنده وکالت بدهید شما را با مهریه مشخص شده یک جلد کلام الله مجید ربانی آینه شمدان یک شاخ نبات و تعداد 100 عدد سکه تمام بهار آزادی و عقد دائم و ازدواج همیشگی آقای مسعود طالشانی در بیاورم. عروس خانم وکیلم با مهربان شرایط. با اجازه پدر مادر عزیزم و مسئولین زندان که اجازه دادن این مراسم رو اینجا بگیریم. بله. مبارک. مبارک باشه. سلام، شما اینجا کاری دارین؟ زمین خداست، وایستادم، مشکلیه؟ خانم اشتری میگه هر روز تا اینجا تعقیبش میکنین. به تو چه؟ مفتشی؟ نه من همکلاسیشم آقا. شما فکر نمیکنی اگه حراست شما رو ببینه خانم اشتری از دانشگاه اخراج میکنن؟ بی خود میکنن؟ مگه علکیه؟ میدونی من یاد کی میندازی؟ یاد پسر خاله. دوستش داری؟ کیو؟ دراستو. خب معلومه دیگه خانم اشتریو. اگه باش حرفی داری چرا نمیری باش حرفتو بزنی؟ چرا تعقیبش میکنی که براش دردسر به وجود بیاد؟ به نظر من برو. برو هر وقت رود شد باش حرف بزنی بیا پیش خودم من میبرمت پیشش. خب برو.
سلام. سلام. ببخشید میخواستم خسته نباشید. ممنون. چرا اینقدر دیر کردی دخترم؟ ببخشید یکم تمرینمون طول کشید. برو غذا تو بخور تا سر نشد. برو. میگم بابا این پسر همسایه‌مون سینا هست. چیه؟ مزاحمت شده؟ نه مزاحمم نشده، چیزی هم نگفته، ولی نمیدونم چه یه جوری ازش میترسم. نترس، پدر مادرش هم خدا بیاموزی همجوری بودن. هر وقت هر چیزی بهت گفت بهم بگو، گوشیشو بکشم ادبش کنم. برو غذا تو بخور تا سر نشده. چیه زبون بسته؟ چرا دلت میلرزه؟ تو که تنها نیستی، تو که زبون نداری لازم باشه به یکی بگی دوست دارم که مثل من روت نشه. هیچی ازتون نمیپرسه کارت چیه؟ بارت چیه؟ دیپلومی؟ لیسانسی؟ آخه با چه روی بگم؟ سیکلم ندارم. میدونی واسه همین چیزاست که بهتون میگم خوش به حالتون. آخه تو کارم لازم نداری. خدا بیامرزتت آقا، حداقل اینجا رو واسم گذاشتی. ببینید آقا سینا، شما همسایه ما از سینا احترامتون واجبه. برای خدا بیامرز پدر مادرتون هم خیلی احترام قائل بودم. نه که فکر کنین چند ماه از دم در خونه تا در دانشگاه تعقیبم میکنین و باعث شدی که از حراست دانشگاه اختیار کتبی بگیرم دارم این حرفا رو میزنم. نه، من الان قصد ازدواج ندارم، میخوام درسمو بخونم. اگرم قصدشو پیدا کنم ترجیح میدم با یه آدمی که هم فکر خودم ازدواج کنم که یه حرفی برای گفتن داشته باشیم. اصلا پول و ثروتش هم برام مهم نیست. پس قطعا جواب من به شما منفیه. لطفا گل و شیرینیتونم بردارید و برید. Ah! 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 Ah!
حمیدین حالا شما چطوره؟ ممنون. بفرمایید. ممنون. بفرم یه خبر مهم دارم برات. چی شده؟ حمیدی زنده است. حمیدی کیه؟ همونی که آقای سالی با جرم قتلش تو زندونه. مطمئنی خودش بود؟ 100%. جاشو بلدی آقای اشتری؟ دکتر اردشیری رو بگیرم اونو پیدا میکنم. روشنک این خبر رو بشنوه بال در میاره. یعنی اگه همه چی درست پیش بره آقای اشتری خدمت بزرگی به همون کردی. ما نمک پروردی آقای سالی هستیم. اصلا سر کلاس آنته نمیده. سلام، ببخشید. دکتر اردشیری هستم. یه لحظه گوشی خدمتتون. نه خیلی چند وقتی که از اینجا اخراج شدم. آدرس منزلشون رو دارین؟ بله، می‌نویسم میدم خدمت. لطف کنید. ولی تو این شرایط بابا زندانه، مامانم تنهاست. روحیش که می‌دونی چه جوریه. حالا قرار شده یه مدتی پیش مامان بمونیم تا ببینیم تکلیف بابا چی میشه. مامان چقدر خوشحال میشه. سلام روشنک، ببین مژدگونی بده که یه خبر عالی دارم. سالهی آوردن اینجا؟ همین الان بردن شد قرمت. حالش خیلی بده؟ نه زیاد. همراهش کجاست؟ تو اوژانسه. رسی میگیرینش؟ نه، موتورش در رفت. شما گفتین همسایه‌تونه، کدوم در؟ در سمت راست، در کرم رنگ. نذارین فرار کنه. یعنی که دستم بهش نرسه. Thank you.
حق با آقا رحیم بود. بعضی وقتا یه جایی برای حرف زدن نیست. این مدت کجا بودی؟ کیش شناسنامه جریده از کجا تهیه کردی؟ تهران از یه دست فروش خریدم، مال یه مرده بوده. واسه چی برگشتی؟ به خاطر تصادف خواهرم، نگرانش بودم. قول ماجرا رو تعریف کن ببینم. وقتی که به هوش اومدم پیش خودم گفتم الان بهترین موقعیته که خودم رو بزنم به مردن. اینجوری کسی دنبالم نمی اومد. صالحی رو از سر ران بر می داشتم. مجبورم نبودم از کشور خارج شم. این بود که زنگ زدم به شوهر خواهرم دکتر اردشیری. داداشت بابا کجایی تو؟ وقتی حمیدی زنگ زد و ماجرا رو برام گفت اولش قبول نکردم، اما وقتی پیشنهاد پول رو داد وسوسه شدم. خیلی وقت بود که دلم میخواست سهام بیمارستان رو بخرم. مقصر اصلی منم جناب سرگرد. من میخواستم برادرم رو تبرئه کنم که پیشمون بمونه. آخه من طاقت جدایش رو ندارم. دکتر قبول نمیکرد، من مجبورش کردم. این جریان سهام بیمارستان و اینا ایرم که میگه فقط به خاطر اینکه میخواد جرمو گردن بگیره. تو فقط پیشنهاد دادی، من میتونستم قبول نکنم. جناب سرگرد مقصر اصلی منم. توی بیمارستان نذاشتم کسی بفهمه. گواهی فوتش هم خودم امضا کردم. یه جسد مجهول الهویه هم که توی سردخونه بیمارستان بود چاش دفن کردیم. اگر اشتباه نکنم پزشکات دانشگاه سوگندنامه بقراط امضا میکنن. فکر نکردیم با این کارتون آبروی صنفتون میبریم. ایشون دکتر نیستن جناب سرگرد. مدرکشون جعلی بود، از بیمارستان اخراجشون کردن. خب بعدش یواشتر بیاین. یه جوری انگار چیزی نمیدونید. بگی دیر کردم نگران شدی. داره ببین دکتر، کیف پولو گذاشتم تو فلاشتان که دستشوی راه رو بعدم ورش دار. خیلی نامرده. برو تو. لعنتی!
مدیریت میشن، اما از پل نامدیریت نمیشن. صلوات بلندتر بفرست. اللهم صل علی محمد باره محمد. سلامتی این آقا که گلریزون نمیخواد، که انشالله هیچ زندونی تو هیچ زندونی گلریزون نخواد، صلوات بلندتر بفرست. اللهم صل علی محمد باره قابل شما رو نداره. قربونت تو برم آقا. خیلی مخلصم. آقا وکیل بند اینو تقسیمش کن. من نوکرتم آقا. سلامتی صلوات خط کن. اللهم صل علی محمد باره محمد. آره من میام ملاقاتتون. کوچیکتم آقا. حق 5 تا. عمر ببخشید. همتون راه بفرستید. قربونت تو برم آقا. حلالمون کن. خوش اومدی آقا صالح. خوش اومدی. خیلی دیگه برنگردی. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. سلام آقا جون. روشنک؟ روشنک نیومد. بریم تو راورتون توضیح میدن. اتفاقی افتاد؟ نه چیز مهمی نیست. نگران نباش. باز کن چیشو دو قشن یه گاز استیلی لطف کنیم به تا دیم صورتم چطور آقای دکتر؟ خوشبختانه چیز مهمی نیست، یه زخم کوچولو، اونم جاش از بین میره. چشمم چی؟ اونم خوب میشه، نگران نباش. چی شد آقای دکتر؟ شما پدر مادرشونی؟ بله. چیزی شده؟ نه عزیزم، شما میتونی بریم ملاقاتش. شما لطفا با هم تشریف بیارید. چی شده؟ باند صورتش رو باز کرده، همه چیز رو فهمیده، نمیخواد من رو ببینه. نگران نباش، درست میشه. آقا جون خواهش میکنم از قول من بهش بگین هر طوری که باشه، هر طوری که باشه. ببخشید من عاشق خودشم. نگران نباش. سلام.
چی شده دخترم؟ میگن بخش گذاشتی رو سرت. بیا این تو بابا. چی شد؟ دلش نمیخواد کسی رو ببینه. یعنی چی؟ من شوهرشم. پس بهتر باید درکش کنی. پس من چی؟ من که بدون روشنک. اجازه بدین یه دقیقه باش حرف بزنم. احسان نکن. بهش قول دادم تا وقتی که خوب نشده کسی ملاقاتش نکن. اشکال اینجاست که هر دومون عاشق یه نفری. منم به عنوان پدرش دلم نمیخواد ناراحت شه. باید بهش فرصت بدیم بتونه خودش رو پیدا کنه. چطوری عمو سفر؟ قربونت، چه خبر ها؟ بد نیستم. عمو سفر، میخواستم اگه اشکال نداشته باشه امشب رو تخت خودم بخوابم. خونه خودتونی، روی چشمون جا داری. بفرما. قربونت بشم. شما خوبی؟ فدات بشم. الو جونم، به به، مشتی ها بابا، خیلی بی‌معرفتی آقا صالحی. خانم سلام. آقا جون رفتی حاجی حاجی مکه؟ بی‌معرفت، نه یه زنگی، نه یه ملاقاتی. چی شد من؟ تو رو خدا ببخشید، من از روزی که آزاد شدم که همین الان گرفتار بودم. معلومه محل حسابی. خب انقدر پولا رو منگر نکن، من نگوشه اتاق چیه؟ مشکل همون برجه و زمینه و شاکیناست دیگه. ها ای کاش مال دنیا بود. هر دخترم مشکل پیش اومده. شده یا امام زمان. ببینم آقا ساله کار کدوم نامرد بوده؟ نیاد.
آقای حسین مرعشی، سینا فرجی، رامین حسینی به سالن ملاقات. شما پسرا فکر میکنین از هر دختری که خوشتون بیاد اونم باید بخوادتون؟ اگه نخواستتون جواب منفی شنیدین اسید بپاشین روی صورتش یا اون بدبخشو کنجا خونه بشینه ها؟ حتما پیش خودتون میگین دخترا در رحمن دیگه رضایت میدن. بعدم فکر کردی تا حالا کدوم اسید پاشی قصاص شده که تو دومیش باشی؟ میدونی سر دوستم چه بلایی آوردی؟ اون کور شده. یه چشش رو از دست داده. این اتفاقی که برای اون نمیافتاد برای من میافتاد. تو اینو میخواستی؟ تو جنایت کردی، باید قصاص شی. دختر خالم وکیله، اتفاقا این ملاقات همون برام جور کرده. ازش خواستم دنبال پروندت باشه تا ته ماجرا. اگه اومدم اینجا فقط میخوام بهت بگم که مطمئن باشیش بخششی تو کار نیست. تا یه چشتو از کاسه در نیارم ولت نمی کنم. هنوزم عاشقمی؟ هنوزم به این فکر میکنی؟ ولی من ازت حالم به هم میخوره، ازت متنفرم. یک بلایی سرت بیارم که عبرت بقیه کثافتهایی مثل خودت چی؟ یه پیشنهاد برات دارم که اگه انجامش بدی شاید یکم از بار گناهات کم بشه. جانم از دادگاه واسه یه نامه اومده. نامه؟ پس چه گفت؟ احضاری طلاق. احضاری طلاق؟ سلام. روشنک کجاست؟ روشنک بالاست. ببخشید. آقا مسعود. قبلا هم بهت گفتم. من قول دادم نظرم با این وضع ببینیش. آقا جون. اون هنوز زن قانونی منه. خواهش میکنم یه کاری نکنین مجبورشم جسارت کنم. وگرنه تو هر کاری میتونی بکنی. حقم داری. ولی من هیچ موقع زیر قولم نزدم. آقا من نمیفهمم. بالاخره ما باید با هم حرف بزنیم یا نه؟ باید رو در رو بشینیم با هم حرفمون رو بزنیم؟ چه اینجا چه تو دادگاه؟ دادگاه؟ یعنی شما میخوام بگین از این احضاری طلاق خبر ندارین؟ احضاری طلاق؟ من خبر نداشتم. ببین آقا مسعود، من به عنوان پدرش حق داشتم تو ازدواجتون شرکت کنم و رضایت بدم. ولی در مورد طلاق نه. این چیزیه که باید بین شما دو تا حل بشه.
حالا اون دختر منه و تو هم پسر من. برو بالا با شرف بزن. نکردم آجون. روشنک؟ روشنک؟ سلام. سلام. میخوای ازم طلاق بگیری؟ آره؟ مگه قرار ما این نبود که تا آخر این خط زندگی با هم باشیم؟ مگه بودن حدیث مکرر تلخی ها نبود و ایستادگی ایثار نمیتربید؟ الان با همین ایثار مشکل دارم. از وقتی اومدم تو زندگی جز درد سر وسط هیچی نداشتم. ببین روشنک، شاید تو بتونی با یه چشم زندگی کنی، ولی من بدون تو میمیرم. میتونی یه عمر با این قیافه تحملم کنی؟ من به خاطر چشمت عاشقت نشدم که با نبودنش ولت کنم. واقعیت رو ببین، میتونی تو این شرایط با هم زندگی کنی؟ یه سوال ازت میپرسم، اگه جواب منو بدی و پای حرفت وایسی، همین الان از اینجا میرم و دیگه بر نمیگردم. اگه من جای تو بودم، من جای تو یه چشم داشتم، بلم میکردی. معلومه. پای حرفت بای میستی؟ یعنی چی؟ من با دکتر جراحیت حرف زدم، یه مشکل چشم تو قرنی است. اگه یه قرنیه سالم به چشمت پیوند شه، دوباره میتونی ببینی. حالا قرنیه سالم از کجا پیدا کنی؟ از چشم من. بله. سلام روشنک خانم. بله، شما؟ من سینا. برای چی به من زنگ زدی؟ تو اصلا چجوری رود شد بهم زنگ بزنی؟ اگه دنبال رضایتی فروخوندی. نه خانم، من واسه رضایت زنگ نزدم. من نمیخواستم بلای سر شما بیاد. قصدم افسانه بود که تازه اونم فهمیدم اشتباه کردم. اینجا میگن دادگاه رأیش قطعا قصاصه. نمیدونم، یه جورایی که خودشون میدونن باید یه چشمو در بیارن. من میخواستم اگه شما راضی باشین، اگه منو ببخشین، باباتونم یه جوری پیشو بگیره، رضایت دادگاه رو جلب کنه، من چشمو بدم به شما. منو ببخشید. اگه راضی شدین یا هر تصمیمی گرفتین به من خبر بدین. خداحافظ.
چی گفت؟ کرمت قسم عروسم تو اتاق عمله، خودت شفاش بده. طوفان زمین را طواف می کند، پنجره ها به هم می کوبند و پرده ها در راستای افق می لرزند. از خوابی گران برخواستم، نور حتی از دیوارها نیز در می گذرد. نگاه کن، عشق آمده است.